دلیل اصلی تورمی که در ابتدای سال 1401 باش مواجه هستیم چیه و چطور میتونیم از شر این تورم و کی میتونیم از شر این تورم خلاص بشیم؟ درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم به دلیل اصلی تورم در ابتدای سال 1401 بپردازیم، چیزی که خیلی ها رو نگران کرده، چیزی که خیلی ها رو ناامید کرده و به ویژه تورم کالای اساسی تأثیر عمیقی روی زندگی اقشار پایین میذاره، دهکای پایین میذاره از لحاظ درآمدی و این خیلی بده، خیلی عملا یه اتفاق بدیه. یعنی ما میگیم که اقشار پایین جزء اقشار آسیب پذیرند و اگر هر اتفاقی برای اونها بیفته روی کل اقتصاد اثر منفی کلان بالایی رو میذاره. اگر بخوایم دلایل افزایش قیمت‌ها رو بررسی بکنیم، چند تا دلیل وجود داره که در ابتدای سال 1401 تورم افزایشی شده. خب ما یه تورم انباشته‌ای رو از سالهای پیش که داشتیم، یعنی هر سال اگر ما هیچ کاری هم با اقتصاد نکنیم یه بخشی از تورم سال گذشته به سال جدید منتقل میشه. از اون طرف دولت اومد و قیمت در واقع دستمزد رو، حقوق و دستمزد رو 60% افزایش داد. اتفاق خوبیه، فی نفسه اتفاق خوبیه، منم طرفدارش هستم، ولی خب باعث یه مقداری تورم میشد. ولی خب قدرت خریدی که برای کارگران در مجموع ایجاد میکنه باعث میشه که کارگران یه مقداری شرایط زندگیشون بهبود پیدا بکنه، ضریب جینی بهبود پیدا بکنه، یعنی دهکهای پایین درآمدی و کارگران عمدتاً و بعد از اون کارمندها با یه افزایش حقوقی مواجه بشن و یه مقداری اختلاف طبقاتی توی جامعه کمتر بشه، یه مقدار خیلی کمی، و قدرت خرید اونا بیشتر بشه. وقتی قدرت خریدشون بیشتر بشه، پول توی اقتصاد بیشتر به چرخش در میاد و این باعث رونق اقتصادی میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که علاوه بر این افزایش 60% حقوق که منجر به افزایش 20% قیمت‌ها میشه، شاخص قیمت‌ها یا تورم میشه، ما یه حذف ارز 4200 هم داشتیم. ارز 4200 چیزی بود که توی دولت قبل به وجود اومد، از ناکجا آباد اومد، یهو گفتن که میخوایم به کالای اساسی 4200 بدیم ارز رو، بدترین تصمیم ممکن گرفته شد و توی یه بازه زمانی دیدیم که فاصله قیمت کالاها توی بازار آزاد و کالاها با قیمت یارانه دولتی و ارز 4200 خیلی زیاد شد. این اتفاق وقتی که میفته، دولت از یه جایی به بعد دیگه ناچار میشه، دیگه نمیتونه یارانه بده، ناچار میشه که چیکار بکنه، بیاد و این ارز 4200 رو حذف بکنه. دقت بکنید، زمانی که دولت ارز 4200 رو میداد به شرکت‌های مختلف، این شرکت‌ها الزاماً همونقدر پایین‌تر عرضه نمی‌کردن کالاهاشون رو و خیلی وقتا این وسط تا میومد این ارز تخصیص پیدا بکنه، یه سری جاها درز می‌کرد، نشت می‌کرد اصطلاحاً، و این باعث می‌شد که واقعاً جامعه اونقدری که لازمه از این ارز 4200 بهره‌مند نشه. از طرف دیگه می‌دونیم که وقتی قیمت یک کالا خیلی کاهش پیدا می‌کنه، کشورهای اطراف ترغیب میشن که اون کالا رو به کشور خودشون وارد بکنن، دیگه بیان اینجا ارزونتر بخرن ببرن تو کشور خودشون مصرف بکنن، و این باعث میشه که قاچاق پیش بیاد. دولت میخواد از مردم خودش حمایت بکنه ولی بحث قاچاق پیش میاد، همون چیزی که برای بنزین و سوخت هم سالهاست داریم. بنابراین حذف ارز 4200 یه تصمیم ناگزیره، یعنی دولت منابع مردم رو داشت میداد که این مابقی تفاوت رو پر بکنه و از اون طرف کارایی لازم رو هم نداشت و داشت به کل کشورهای منطقه هم عملاً یارانه میداد. و این مسئله یه که اتفاق خوبی نیست. من دیدم بعضیا میان راجع صحبت میکنن، میگن دولت میتونست قیمت کالا رو افزایش نده. دولت یا باید کالا رو کوپنی میکرد که در موردش صحبت کردیم، یا بیاد این ارز رو مستقیم مردم بده، یا به طور کلی حذفش بکنه و جای دیگه استفاده بکنه، که دوتا گزینه اول رو که هنوزم مشخص نیست دقیقاً کدوم گزینه رو میخواد استفاده کنه، اون دوتا گزینه رو در نظر گرفته بود دولت. و در نهایت این دوتا اتفاق بودن که در ابتدای سال 1401 باعث رشد تورم شدن. یه مقداری افزایش قیمت دلار هم مؤثر بود، ولی افزایش قیمت دلار یه جورایی ناگزیر بود. اگر دولت میتونست توی مسئله برجام به نتیجه برسه و برجام رو احیا بکنه، اون بخشی که مربوط به افزایش قیمت دلار بود خونسا میشد و عوامل تورم میومد به عوامل درونزا، به درون اقتصاد برمیگشت.
ولی در مجموع این دوتا عامل اصلی به همراه افزایش نسبی قیمت دلار باعث شد که تورم در کشور در ابتدای سال 1401 افزایش شدیدی رو داشته باشه. اما اگر دولت اجازه بده که بازار آزاد قیمت همه کالاها رو تعیین بکنه، یعنی قیمت کالای مثلا آرد، روغن، برنج، اینا رو بازار آزاد اگر قیمتش رو تعیین بکنه، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که در نهایت دولت‌های بعدی 10 سال دیگه دوباره مجبور نیستن همین داستان رو تکرار بکنن. ما یه زمانی تو زمان احمدی نژاد این داستان رو داشتیم، یه بار تو زمان رفسنجانی این داستان رو داشتیم و الان دوباره تو زمان آقای رئیسی همین داستان داره تکرار میشه و باید قیمت بازار قیمت در واقع کالا رو بذارن بازار آزاد تعیین بکنه و دولت فقط نظارت بکنه که بازار آزاد قیمت ها رو درست تعیین بکنه و دخالت مستقیمی روی قیمت گذاری نکنه، وگرنه چند سال دیگه دوباره همین آش و همین کاسه. ولی خبر خوب اینه که اگر دولت دخالتی روی قیمت کالاهای بازار آزاد نکنه و بذاره اونا قشنگ بر خودشون نوسان بکنن، اون وقت 10 سال دیگه دوباره ما یه افزایش انفجاری در واقع قیمت ها رو نداریم و دیگه نمیخواد یه رئیس جمهور دیگه بیاد بشینه اقتصاد رو جراحی بکنه و این مشکلات یک بار برای همیشه برطرف میشه. خیلی مهمه که اینها قیمت ها توسط بازار آزاد تعیین بشه. دولت یه گزینه دیگه هم داره که کالای کوپنی برای یه مقطع کوتاه شاید جواب بده، ولی پرداخت یارانه به صورت نقدی شاید گزینه خیلی بهتری باشه، چون از لحاظ اختلاف درآمدی میتونه شکاف طبقاتی رو کم کنه. من براتون مثال میزنم، فرض کنید همه مردم جامعه صرف نظر از پولدار و فقیر، همه دهک ها 10 تا دهک داریم، همه دهک ها یکسان یارانه بگیرن از دولت و دولت قیمت همه کالاها رو هم نرخ آزاد تصویب بکنه، خب اون دهک های پایین جامعه، دهک 1 و 2 و 3 که زندگیشون خیلی سخت داره میگذره، الان با این پولی که دارن میگیرن کیفیت زندگیشون خیلی ارتقا پیدا میکنه. مثال براتون میزنم، به ازای هر نفر 400 هزار تومان فرض بکنید که اینها میگیرن، یه خانواده 3 نفره از طبقه پایین جامعه که میانگین حقوقش چیزی حدود 4 تا 5 میلیون تومنه، اون وقت الان 1,200,000 یهو 20-25% اضافه میشه به در واقع درآمدش و این خیلی شاید مثلا اون دهک دهم مثلا شاید 1% هم تو زندگیش تأثیر نذاره، ولی دهک های پایین انقدر تأثیرش زیاد تو زندگیشون هست که این اختلاف رو تا یه حد قابل قبولی پر میکنه و خیلی میتونه کمک کننده باشه. برای همین من خودم روی یارانه نقدی مثبت‌ترم تا کالای کوپنی. میتونه توی یه مقطع خیلی کوتاه در حد مثلا 6 ماه تا 1 سال کالای کوپنی تخصیص داده بشه، ولی عمیقا مخالفم که بخواد ادامه دار باشه و یارانه نقدی رو اگر دولت بده خیلی بهتره، که حالا بعدن اصلا این یارانه نقدی من توی ویدیوهای دیگه گفتم به چه شکلی باشه بهتره. بیان اصلا همه کالاها رو حتی بنزین و همه چیز، گاز، برق، همه قیمت آزاد باشن و از اون طرف دولت هر چی هم نفت میفروشه سر ماه بیاد به مردم یه حساب بده بگه آقا اینقدر من فروختم، تبدیلش میکنم به ریال، میریزم به حساب خانواده‌ها، یه دونه یه ریالیش هم خود دولت بر نداره و همه رو تقسیم کنه به همه افراد جامعه. اون وقته که ما دیگه هیچ مشکلی از این مشکلات تورمای آنچنانی و این داستانا رو نداریم. مردم هم با پولشون بهتر میدونن چطوری برنامه‌ریزی کنن. یکی خرج تحصیلش میکنه، یکی خرج سفرش میکنه. بالاخره هر کسی میدونه که چه چیزی نیاز داره و براش هزینه بکنه. در هر صورت اینها اتفاقاییه که باعث تورم شد در سال 1401 در ابتداش. در ادامه سال 1401 این احتمال وجود داره که دولت بخواد یارانه یه سری از کالاهای دیگه مثل برق، مثل گاز اینها رو حذف بکنه و اگر چنین اتفاقی بیفته باز هم یه شوکای کوچیک‌تر تورمی رو داریم. اما دولت باید خیلی حواسش جمع باشه که اگر تورم از 70-80% رد بشه دیگه اون وقت نمیشه جلوشو گرفت و تصاعدی میشه، همه چیز مثل ونزوئلایی میشه، تورم هی شروع میکنه بره بالاتر و بالاتر و اثر مخرب بسیار عمیقی رو روی جامعه میذاره. امیدوارم که همیشه بی دغدغه در حال پیشرفت باشیم و همیشه به اقتصاد کشورمون امیدوار باشیم. دوستتون دارم، پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.